وزارت خارجه انگلستان گزارش سالانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. ایران کشور مورد نگرانی. 10 آوریل 2014. وعده های روحانی در دوران انتخابات در هیچ زمینه ای انجام نشده است. اعدام ها به نسبت سالهای گذشته افزایش یافته و مجازات مرگ در مورد کسانی که هنگام جرم زیر سن قانونی بودند ادامه دارد. انگلستان به تحریم اشخاص و نهادهایی که در نقض جدی حقوق بشر در ایران دست دارند همچنان ادامه می دهد. گزارش سالانه وزارت خارجه انگلستان که روز 10 آوریل 2014 برابر با 21 فروردین 93 منتشر شد، وجوه مختلف نقض حقوق بشر در ایران را ذکر کرده و تصریح می کند که در دوره آخوند روحانی هیچ کدام از وعده های او انجام نشده است. بخش هایی از این گزارش بدین قرار است. روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور رژیم ایران در ماه ژوئن بر اساس وعده داده شده برای مساوات اجتماعی و عدالت برای همه ایرانیان، ایجاد کننده یک احساس خوشبینی بود. اما وعده های روحانی در هیچ زمینه ای انجام نشد. تعداد اعدام ها به نسبت سالهای گذشته افزایش یافته و مجازات مرگ در رابطه با قاچاق مواد مخدر و کسانی که در هنگام ارتکاب زیر سن بلوغ بودند ادامه دارد. گروه های اقلیت های نژادی از تبعیض و آزار رنج میبرند و پیگرد اقلیت های مذهبی ادامه دارد. حکومت به سرکوب آزادی بیان با دستگیری روزنامه نگاران و وبلاگ نویس ها و کارمندان اینترنت ادامه می دهد. انگلستان در صف مقدم تلاش های بین المللی برای وادار کردن حکومت ایران به رسیدگی به کارنامه اسفناک حقوق بشر در ایران باقی مانده است. انگلستان به مطرح کردن پرونده های شخصی نقض حقوق بشر در ایران به منظور رسیدگی به میزان بالای اعدام ها، تعقیب اقلیت های قومی و مذهبی و عدم وجود آزادی مطبوعات ادامه داده است. در ماه مارس انگلستان از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران پشتیبانی کرد. در خلال تقدیم گزارش دکتر احمد شهید به شورای حقوق بشر ملل متحد، بریتانیا نگرانی‌هایش را درباره شکنجه، حقوق مذاهب و اقلیت‌های قومی و زنان مطرح کرد و رویکرد انتقام جویانه حکومت ایران را علیه اشخاصی که توسط دکتر احمد شهید مصاحبه شده بودند محکوم کرد. در 18 دسامبر برای 10 سال متوالی یک قطعنامه سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر در ایران با 86 رأی موافق و 36 رأی مخالف به تصویب رسید. بریتانیا به شدت از این قطعنامه پشتیبانی کرد. بریتانیا به حمایت از اتحادیه اروپا در اعمال ممنوعیت مسافرت وسیع و منجمد کردن اموال در مورد اشخاص و نهادهای مسئول ارتکاب نقض جدی حقوق بشر در ایران ادامه می دهد. در 11 مارس 9 تن از اشخاص و یک نهاد پلیس سایبری به لیست اضافه شدند که مجموع عدد اشخاصی که مورد تحریم حقوق بشر اتحادیه اروپا در ایران هستند به 88 عدد رسید. واکنش رژیم ایران به انتقادهای بین المللی در مورد کارنامه حقوق بشر رژیم یک بار دیگر اهانت آمیز بود. رژیم ایران گزارش ماه مارس گزارشگر ویژه سازمان ملل را نیز رد کرد و به صورت شخصی به دکتر احمد شهید حمله کرد. واکنش‌ها در مورد گزارش ماه اکتبر نیز مشابه بود و سخنگوی وزارت خارجه رژیم ایران این گزارش را با انگیزه های سیاسی توصیف کرد. رژیم ایران به ممانعت از بازدید دکتر احمد شهید از ایران ادامه می دهد. بر اساس وعده‌های داده شده در خلال مبارزه انتخاباتی روحانی،
یک پیشنویس منشور حقوق شهروندی در ماه نوامبر منتشر شد. حقوقی که در این منشور به آن اشاره شده بر اساس چارچوب قوانین جاری رژیم ایران هستند که از فراهم کردن حفاظت از حقوق بشر در ایران بسیار دور هستند.